برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. کمیته صلیب سرخ بین المللی در افغانستان گفته هرچند برای سیلاب زدگان در بغلان برخی خدمات بهداشتی و سرپناه فراهم شده، اما هزاران خانواده سیلاب زده دیگر به کمک‌های بشردوستانه نیاز مبرم دارند. همزمان صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در مورد ارائه خدمات فوری بهداشتی به زنان و دخترانی که از سیلاب‌های اخیر در افغانستان آسیب دیدند خبر داد. این صندوق در بیانیه گفت که به کمک این صندوق 216 تیم سیار بهداشتی در استان بغلان فعال و در مناطق روستایی و مناطقی که دسترسی به آنها مشکل است برای زنان در بخش زایمان و روانی خدمات فراهم می نمایند. مقام های پاکستانی می گویند در نتیجه تیراندازی نیروهای مرزبانی ایران در منطقه واشوک واقع در ایالت بلوچستان این کشور، 4 پاکستانی کشته و 2 نفر مجروح شدند. یکی از مقام های پلیس اعلام کرد مشخص نیست چرا تیراندازی شروع شده، اما تحقیقات برای یافتن دلیل این واقعه آغاز شده است. به دنبال حملات نظامی متقابل و بی سابقه ایران و پاکستان به خاک یکدیگر در اواخر دی ماه گذشته، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سابق ایران اوایل اردیبهشت ماه با هدف بهبود روابط میان دو کشور همسایه سفری 3 روزه به پاکستان داشت. دولت پاکستان واکنشی رسمی به تیراندازی اخیر نیروهای مرزبانی ایران نشان نداده است. مقام‌ها در هند می‌گویند که در چند شهر از جمله دهلی نو پایتخت این کشور گرمی هوا به 52.3 درجه سانتیگراد رسیده است. در شهر دهلی نو که 30 میلیون نفر جمعیت دارد، در 2 روز اخیر رکورد گرمای هوا در این شهر شکسته شده و گرما تا 52.3 درجه سانتیگراد رسیده است. بر اساس این گزارش، شدت گرمی هوا زندگی روزمره مردم را مختل کرده است. روز گذشته 3 نفر در پی شدت گرما در ایالت راجستان این کشور جان باختند. با این حال کارشناسان گفتند که شدت گرمای هوا در طول تابستان در کشورهای آسیایی به دلیل تغییرات اقلیمی بیشتر خواهد شد. مجمع جهانی اقتصاد WEF اعلام کرد که اقتصاد جهانی در آستانه بهبود یا پایدار ماندن است، اما همچنین نسبت به خطرات احتمالی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و داخلی هشدار داد. سعدی زاهدی مدیر عامل WEF گفت آخرین چشم‌انداز اقتصاددانان ارشد به نشانه‌هایی از بهبود در فضای اقتصاد جهانی اشاره می‌کند. این گزارش تأکید کرد اقتصاددانانی که نسبت به چشم‌انداز اقتصادی خوشبین هستند تقریباً 2 برابر شدند. کارشناسان همچنین چشم‌انداز مثبتی را برای اقتصاد آمریکا و آسیا پیش بینی کردند که ناشی از کاهش تورم و بازارهای قوی است. علی‌رغم تشدید چالش‌ها برای کسب و کارها و سیاست‌گذاران، این گزارش تحولات فناوری هوش مصنوعی را به عنوان عوامل کلیدی در رشد جهانی عنوان کرد.